ترکیب خیمش از کسلت های ارگانیکی مخصوصا کسلت های لیمو و فلاونوید ها و ویتامین ایس اسکاربین یعنی که همون ویتامین ایس این خداش همون کسلت های اسکاربین می بوشد و مخصوص مکرا و میکرا عنصر ها دارد مواد های فعال بیولوژی دارد آشامیدن آب لیمو برای گرفتاران سرفه خنک مجاز ضرر دارد آنهایی که بیماری معده گپاتیت التهاب روده زهردان و مریضی گرده دارند باید از استفاده لیمون دست کشند و برای شخصیت هایی که مجاز خنکی و خشکی دارند نیز اجازه داده نمی شود و برای مثلا شخصیت هایی که با بیماری های بلغمی بوغم درد گرفتار هستند استفاده لیمو معنی است زیرا که از سبب اون که مجاز خنکی دارد می تواند که این اوریزه ها رو از نو مثلا بیدار کند و وقتی که ترشی بلند معده دارن از بس که وای ترش است ترشی رو زیاد میکند زردجوش میشود و میتوانند به این گونه بیماران مثلا ضرر برسونند شخصان فشاری خونشان بلند باید در یک شبانه روز 3-4 مرتبه لیمو استعمال نمایند برای بیماران گرفتار دیابت قنیز استعمال لیمو مفید است هر روز استعمال وایم حتما نیست و در مورد هایی که مثلا در فصل گرمای تابستون استعمال لیمو خوب است در فصل زمستون نیز خوب است برای گرمی جوزان وقتی که خوراک های غلیظ رو میخورند از حساب بیماری های تلخدان خلیچیستی دارند میتوانند که برای استعمال کنند از سبب اون که کسلت های اسکاربین دارد در ترکیبش در هضم خوراک بسیار یاری میرسونند اگر هنگام خالی بودن معده آن را استعمال کنند روده ها را ضعیف میگرداند و در این عضو درد پیدا میکند اگر خود لیمو را به تنهایی دائمی استعمال کنند با بی‌خوابی آورده میرساند از همین سبب طبیبان توصیه میدهند که لیمو با شکر و یا خند سفید استعمال گردد شخص سالم باید که لیمو را آبش را جبیده شیرین کرده یعنی که با قنچو یا که با عسل چای مثلا تا یک قاشق آبیوی رو میتواند که استعمال کنند. در یک روز برای کودکان قاشقچه چای خوری. در آرایشات کسمتیکی باشد لیمو و سه استفاده میگردد. پوست لیمو روی را ملایم و سفید مینماید. داغ کنجی تک و دیگر داغ‌ها را برطرف نموده پوست روی را جوان میسازد. همه روزه استفاده چوریک لیمو با پوستش شنوایی را بهتر میکند. اینچنین پوست لیمو به یک قطار آریزه ها بهترین دوا محسوب مییابد. نیم پوست لیمو را با دندونه کسلوک با میدر کنک ریزه کنک قیمه میکنند و استعمال میکنند هر روز سحر در هنگام بیماری های دل و رگ های خونگر مثلا استنوکاردیا تاخیکاردیا و اینچنین در مورد بیماری های اتروسکلروز و ترامبوز که این هر دویش یک جویا زرده سر دل رو میفرارد و خلاسترین رو در خون کم میکند و اینچنین از اتروسکلروز که رگ های خونگر تنگ میشوند اونها رو مثلا وسیع میکند. اینی زمان در تاجیکستان یک دونه لیمو از 1.5 تا 3 سومانی ارزش دارد که نظر به اکثریت کشورهای جهان این نرخ خیلی پایین میباشد. این هم وابسته به سرخریدار بودن لیمو در فصل تیرماه و زمستان ارزیابی میگردد. زیرا استعمال لیمون چای در این موسم سال یکی از بهترین دوا برای پیشگیری زکام دانسته میشود. همزمان برای خرابی جسم انسان لیمو منفعت زیاد دارد. در برابر خصوصیات طبابتی و استفاده آن در استحصالات مواد کسمتولوژی اینچنین در آرایش دستورخان ایدانا از لیمو زیاد استفاده می برند. زیرا لیمو بر روحیه انسان هم تاثیر گذار است.